وقتی انسان به آب نگاه میکنه یا به گیاه نگاه میکنه یا به درخت نگاه میکنه، این نگاه طبیعی لذتش خب بیشتر از لذت عادی است، ولی نگاه ها فرق کنه. اون کسی که رهگذر عادی است یه نحو لذت میبره، اما یه کسی مهندسی کشاورزی باشد یا زمینشناس باشد، از کیفیت جوشش آب یا پرورش گیاه آشنای کامل داشته باشد که ده ها علل و عوامل طبیعی هماهنگند تا یک چشمه بجوشد و یک آب گیاهی سلب بشود، لذت بهتری دارد. اما وقتی یک عارف نگاه میکند به این آب و به اون سبزه، او لذتش بیش از همه این هاست. او آثار آفریدگار را در آفریده خود مشاهده میکند، لذا می شود آیه، آیه نه علامت، نشانه. یه رهگذر عادی سبزه میبیند یا آب میبیند، آیت و علامت نمیبیند، اما یه عارف آیت میبیند، علامت میبیند، نشان دوست میبیند، علامت آفریدگار میبیند، و این علامت پیام دارد، پیام آفریدگار را به بیننده میرساند.